سلام به همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. 5 سونامی بزرگ که دوربینا ضبط کردن. سونامی میتونه یکی از قدرتمندترین نیروهای طبیعت باشه، برای همین این ویدیو رو به اون اختصاص دادیم. حدس بزنین با حمله شدید سونامی به مناطق مسکونی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ جالبه که نگاهی به عظمت و نیروی ویرانگر سونامی بندازیم. در این ویدیو این مشکل رو بررسی کردیم و 5 ویدیو که مردم از سونامی های بزرگ مثل سونامی 2011 در ژاپن گرفتند رو نشونتون میدیم. با ادامه این ویدیو با هویج همراه باشین، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و دکمه اشتراک رو بزنید و زنگوله رو فشار بدید. شماره 5. در 28 سپتامبر 2018 زلزله کم عمقی در نزدیکی شبه جزیره میناهاسا در اندونزی اتفاق افتاد. زلزله در اقیانوس معمولاً باعث سونامی میشه و متاسفانه اون روز این اتفاق افتاد. بعد از اینکه شوک اولیه احساس شد، هشدار سونامی به تنگه ماکاسار داده شد. خیلی طول نکشید که سونامی محلی به شهر پالو رسید و تمام ساختمان‌های ساحلی رو از بین برد. این ویدیو شروع تخریب رو نشون میده. آب وارد خیابونا شد، ماشینا و آوار رو با خودش برد. اولش انگار آب به طرف اقیانوس عقب نشینی میکنه و معمولاً سونامی‌ها این شکلی‌اند. درست زمانی که همه چی آروم به نظر می رسید، امواج برگشتن و به شهر رسیدن. بومی‌ها با جیغ و داد به مردم خبر میدادن که سونامی در راهه. فیلم بردار در یک جای خوب و بلند ایستاده و از موجایی که به شهر رسیدن فیلم میگیره. بعدها گزارش شد که زلزله اولیه باعث روان شدن خاک در مناطق اطراف پالو شده و باعث جاری شدن گل شد. بعد از این سونامی ساختمان‌های زیادی فوراً در آب فرو رفتن. روان شدن خاک قطعاً چیز نادریه و گزارش‌های زیادی نشون داد که این مورد بزرگترین سونامی بود که در جهان اتفاق افتاده. قدرت تخریب این سونامی بی سابقه بود. ترکیب زلزله و سونامی با هم باعث کشته شدن 4340 نفر شد. بیشتر از 200,000 نفر به خاطر این تخریب به جاهای دیگر پناهنده شدند. سازمان‌ها و کشورهای مختلف گرد هم اومدن تا کمک‌هاشون رو به امدادگرا اهدا کنن. رویداد ناگواری بود. این کشور هنوز در تلاش برای بازسازیه. شماره 4. یکی از مرگبارترین و ویرانگرترین بلایای طبیعی در 11 مارچ 2011 بعد از زمین لرزه 9 ریشتری در سواحل ژاپن اتفاق افتاد. مرکز زلزله 43 مایلی شرق شبه جزیره اوشیکا بود و این زلزله دلیل سونامی تلخی بود که خیلی زود به این منطقه می رسید. چیزی که اوضاع رو بدتر کرد این بود که این شدیدترین زلزله‌ای بود که تاکنون در ژاپن ضبط شده بود و چهارمین زلزله شدیدی بود که در جهان اتفاق افتاده بود. اولین زلزله شدید در سال 1900 اتفاق افتاد. موجای سونامی به سرعت به طرف ساحل رفتن. ارتفاع بعضی از موجها بیشتر از 40 متر بود. این ویدیو بهتون نشون میده چطور سطح آب بالا می اومد. آب ظرف 5 دقیقه به بالای حصار رسید. حتی بعد از سرریز شدن از اون بالا اومدنش متوقف نشد. این ویدیو نشون میده سونامی تا چه حد به طرف ساحل رفته. میتونین به سختی خط ساحلی رو از فاصله دور ببینین و موجایی که هر چیزی رو که میتونن با خودشون میبرن. حتی بعضیا بالای ساختمون یک پارکینگ رفته بودن تا از موجا در امان باشن. البته این ویدیو عمق فاجعه رو نشون نمیده. این رویداد اونقدر گسترده بود که کانشو جزیره اصلی ژاپن رو تقریبا 2.5 متر به طرف شرق برد. هزاران نفر کشته شدند، آسیب جدی دیدن و گم شدند. در نهایت با 14.5 تا 34.6 میلیارد دلار خسارت، پرهزینه ترین فاجعه طبیعی در تاریخ شد. شماره 3. در 26 دسامبر 2004 گسیختگی در امتداد گسل بین صفحات هند و برمه اتفاق افتاد. زلزله بعد از اون 9.1 ریشتر بود که یکی از بزرگترین زلزله هایی بود که در جهان ثبت شد و طولانی ترین زلزله ای هم بود که دانشمندان تا به آن زمان دیده بودند. بیشتر زلزله ها زیر 1 دقیقه طول میکشه، اما این زلزله بین 8 تا 10 دقیقه طول کشید. همونطور که گفتیم وقتی زلزله تو اقیانوس اتفاق بیفته ممکنه باعث سونامی بشه. امواج قولاسای سونامی که ارتفاع بعضیاشون به حدود 30 متر هم میرسید به طرف مناطق مختلف سواحل اقیانوس هند
هند رفتند. این سونامی 227 هزار نفر رو در 14 کشور به کشتن داد و یکی از کشنده ترین بلایای طبیعی تاریخ شد. در این ویدیو میتونین قدرت تخریب این موجای بزرگ رو در دهکده نزدیک ساحل ببینین و مردمی که برای نجات جونشون در حال فرارن. زندگی میلیون ها نفر تحت تأثیر این سونامی قرار گرفت. تجارت در بسیاری کشورها مثل تایلند، اندونزی کند شد. بیشترین تعداد قربانیان از شهر بانداسی اندونزی گزارش شد. این رویداد واکنش‌های جهانی به همراه کمک‌های مالی حدود 14 میلیارد دلار به دنبال داشت. خیلی از مناطق هنوز بازسازی نشده. شماره 2. بزرگترین زلزله 2009 در 29 سپتامبر اتفاق افتاد. متاسفانه این زلزله برای مردم ساموا در نزدیکی منطقه تونگا اتفاق افتاد. قدرت این زلزله 8.1 ریشتر بود و خسارت قابل توجهی به این منطقه وارد کرد. کمی بعد از این زلزله موجهایی به طول 4.5 تا 6 متر به این جزیره برخورد کرد. ماشینای زیادی در گل موندن و کل دهکده ساحلی نابود شد. این ویدیو نشون میده که سونامی با آبهای آلوده تا چه حد خطرناک بوده و چقدر به خونه ها نزدیک شده. گزارش‌ها نشون میدن که در مجموع 20 روستا از جمله لپا که خانه نخست وزیر ساموا بود تخریب شدند. در کمال تعجب تنها ساختمونی که در لپا سالم موند کلیسا بود و روستایی ها این رو نشونه ی خوبی می دونستن. 189 نفر کشته و صدها نفر آسیب دیدن. برای بزرگداشت افراد از بین رفته در سونامی بنایی به عنوان یاد بود در کرایست چرچ ساخته شد. این بنای یاد بود در 25 فوریه 2012 ساخته شده و از اون به عنوان باغ شفا یاد میشه و جایی که مردم دور هم جمع میشن و از کسایی که جونشون رو از دست دادن یاد میکنن. شماره 1. در 4 نوامبر 1952 سونامی به جزایر مرجانی هجوم آورد. زلزله‌ای با قدرت 9 ریشتر در شبه جزیره کامچاتکا در روسیه اتفاق افتاد. این زلزله در 5 صبح به وقت محلی اتفاق افتاد و پس لرزه‌ها باعث تخریب خونه‌های زیادی در کامچاتکا اوبلاست و ساکهالین اوبلاست شد. هرچند بیشترین جایی که ویران شد شهر سیوروکوریلسک بود. این زلزله شدیدترین زلزله در تاریخ روسیه بود. همونطور که انتظار میره چنین زلزله بزرگی در ساحل اتفاق بیفته باعث سونامی در اقیانوس آرام میشه. موج به این منطقه هجوم آوردن که هر کدوم ارتفاعی بین 15 تا 18 متر داشتن. این فیلم سیاه و سفید که از اون صحنه ها گرفته شده رو حتما ببینید. این فیلم تقریبا شبیه یک فیلم قدیمی اما خیلی راحت از سونامی گرفته نشده. اگه با دقت به فیلم نگاه کنین میتونین فردی رو ببینین که روی پل در حال فراره. بعد از زلزله افراد زیادی که در جزایر مرجانی زندگی میکردن فوراً به طرف تپه های اطراف رفتن. تصمیم هوشمندانه ای بود چون موج اول خونه های زیادی رو که در زمین های پایین تر بودن از بین برد. متاسفانه بعد از موج اول افراد زیادی به شهر برگشتن و اصلا آماده موج دوم نبودن که جون آدمای زیادی رو گرفت. موج سوم به بزرگی دو موج دیگه نبود. بنا به منابع اون زمان 6000 نفر قبل از سونامی در این روستا زندگی می‌کردند و ظرف یک روز 2336 نفر کشته شدند. بازمانده‌ها مجبور شدند به طرف مرکز روسیه برن. خونه‌های ویران شده رها شدند اما بعداً در یک جای جدید دوباره ساخته شدند. شما می‌تونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. هویج هواتون رو داره.